دیدبان حقوق بشر از رفتار خشونت آمیز پلیس بنگلادش با مسلمانان روهینگیا به شدت انتقاد کرد. گفته می شود نیروهای پلیس بنگلادش مرتکب اخازی، بازداشت خودسرانه و بیدلیل و نیز اذیت و آزار پناهندگان روهینگیا می شوند. در واقع می توان گفت بگونه ای با این مسلمانان روهینیا برخورد می شود که گویا آنها جزو افراد گروه های مسلح یا باندهای تبهکار و جنایتکار هستند. دیدبان حقوق بشر از دولت بنگلادش خواست فورا وارد عمل شود و ضمن تحقیق و بررسی دقیق رفتار نیروهای پلیس خود جلوی تکرار چنین اتفاقاتی را بگیرد. دیدبان حقوق بشار همچنین از دولت بنگلادش خواست تا به با مسلمانان روهینگیا برخورد و تعامل کند که بر معانات، مشکلات و سختی های این آوارگان که از چند سال پیش از دست دولت نظامی میانمار گریخته و در اردوگاه ها زندگی می کنند نشود. لازم به ذکر است امنیت اردوگاه های آوارگان روهینگیا از سال 2020 میلادی به دست نیروهای پلیس بنگلادش سپرده شد اما متاسفانه آنها به جای تامین امنیت به رفتارهای دیگر علیه آوارگان می‌پردازند و از آنها سوء استفاده می‌کنند. آوارگان روهینگیا معتقدند که مسئولان مافوق و افسران ارشد پلیس از رفتار و عملکرد نیروهای پلیس در این اردوگاه ها اطلاع دارد اما با و اعتراضی نمی کنند زیرا میان آنان تبانی صورت گرفته است لازم به ذکر است نیروهای سازمان دیدبان حقوق بشر بین ماهای اکتبر و نوامبر 2022 با چهل تن از آوارگان روهینگیا مصاحبه کرده و جزئیات کاملی از آنچه که درون این اردوگاه ها می را به دست آوردند. از مجموع چهل نفر حدود شانزده نفر مورد ظلم، ستم، اذیت و آزار و نیز سوء استفاده قرار گرفته بودند که این در نوع خود آمار بالایی است.